دولت مرکزی چین هموار مسلمانان اویغور را مورد ظلم، ستم، آزار و اذیت قرار می دهد. در همین راستا منابع خبری فاش کردند که آمریکا پنل های خورشیدی چین را به زن تولید با کار اجباری مسلمانان اویغور توقیف کرده است. همکارم هیدر مجید گزارش می ایالات متحده آمریکا چندین محموله پنل خورشیدی از چین را به خاطر تولید در کارگاه های بیگاری توقیف کرد. به گفته مقام های گمرک فدرال و منابع صنعتی بیش از هزار محموله قطعات انرژی خورشیدی به ارزش صدها میلیون دلار از ماه جوان در بنادر آمریکا انباشته شده است. گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده 1053 محموله تجهیزات انرژی خورشیدی را از 21 جوان زمانی که قانون حفاظت از کار اجباری مسلمانان اویغور اجرای شد توقیف کرده است. آمریکا میگوید این پنل های خورشیدی در استان سینکیانگ و در کارگاه های بیگاری تولید شدهاند سینکیانگ استان مسلمان نشین چین است که سازمان ملل و گروه های حقوق بشری معتقدند صدها هزار مسلمان در آن زندانی شده و به کار اجباری گماشته شدند. چین همه این ادعاها را رد می کند. مجموعه پنل‌های خورشیدی که آمریکا از چین توقیف کرده نزدیک به یک گیگاوات انرژی تولید می کند و ساخته سه شرکت چینی است با اینکه توقیف این محمول حرکت آمریکا به سمت انرژی‌های پاک را مختل می‌کند اما قانون مقابله با کار اجباری مسلمانان چین اجازه ترخیص آن را نمی‌دهد گفتنی است چین به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور شکنجه و بیگاری کشیدن از آنها متهم است و همچنین به ایراد فشار بر میلیون ها سکنه مسلمان استان سینکیان و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این منطقه متهم است.